وزارت داخلی آلمان اعلام نموده است که بر اساس قانون جدید خارجی هایی که از اعمال توریستی در آلمان توصیف و تمجید میکنند با اخراج از آلمان مواجه خواهند شد. دیدبان حقوق بشر خواهان توقف این پروسه به خصوص برای افغان ها شده است. No one can safely be deported. با در نظر داشت شرایط فعلی حاکمیت طالبان بر افغانستان، هیچ کسی با مسئولیت به افغانستان برگشت داده شده نمیتواند. حکومت آلمان باید این برنامه را سریعاً متوقف سازد و باید وعده های خود را برای اسکان افغان ها عملی نماید. رقم زیادی از افغان ها به شمول زنان و دختران که جانهایشان در خطر است در داخل افغانستان گیر ماندند که به کمک سریع نیاز دارند. Particularly women and girls, and they need help urgently. نانسی فیزر وزیر داخلی آلمان در برلین گفته است که برلین از طریق مذاکرات محرمانه با چندین کشور میخواهد که برخی پناهجویان را که مرتکب جرم شدند به شمول افغانها و سوریها را به کشورهایشان واپس بفرستد. وزیر داخلی آلمان با رجوع به حمله چاقو در ماه جون که منجر به مرگ یک پلیس آلمانی شد گفت آشوبگران اسلامگرا که از نظر ذهنی در عصر حج زندگی میکنند در کشور ما جای ندارند. این نوع وضعیت نه تنها غیر انسانی است، بلکه این نوع خشونت ها در انترنت باعث می شود که افراد افراطی بیشتر مرتکب اعمال مشابه خشونت بار شوند. فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر، از تصمیم اخراج پناهجویان از آلمان اظهار نگرانی نموده و می گوید که آنیده پناهجویانی که از پاکستان و سایر کشورها برگشتانده شدند با بحران اقتصادی مواجهند و شرایط مناسب برای آنها در حاکمیت طالبان وجود ندارد. پناهجویانی که آل به افغانستان بازگردانده میشن متاسفانه زندگی عادی و نرمال نخواد داشتن داخل افغانستان. در کنار از او ما وضعیت وخیم حقوق بشری را داریم. گزارش شده که پارسال یونما نشر کرد مبنی بر اینکه کسایی که با دولت سابق افغانستان کار کردند توسط نیروهای طالبان بازداشت شدند، مورد شکنجه و حتی کشته شدند. از سوی دیگر زهرا کاظمی، فعال حقوق بشر در آلمان میگوید که این افراد از طریق کشورهای سیومی به شمول ازبکستان به افغانستان برگشتانده میشوند. دولت آلمان همچنین با مقامات طالبان هم گفتگو کردند، ولی طالبان به خاطر پذیرش مهاجرین افغانستانی شرط و شرایط پیشنهاد کردند که یکی از شرایط آنها به رسمیت شناختن گروه طالبان می باشد که بعد از اون می تانند کشور آلمان افغانهایی که خطرساز هستند مستقیم به افغانستان اخراج کنند. نانسی فیزر وزیر داخلی آلمان روز یکشنبه این هفته در صحبت با روزنامه آلمانی بلدمزوندا گفت که می خواهیم به خصوص عاملان اسلامگرای خشونتبار را به صورت دوامدار اخراج کنیم. اما وزیر داخل این کشور گفته است که امکان ندارد افراد را به کشورهای مانند افغانستان برگردانند. هفته گذشته وزارت داخلی آلمان مرکز اسلامی هامبورگ را که به دلیل اینکه اهداف افراطی اسلامگرایی را دنبال می کند مسدود کرد. در کنار آن دفاتر این مرکز در منشن و برلین نیز مسدود می شوند. ماه گذشته در منهم یک پناهجوی افغان یک افسر پلیس را به ضربه چاقو کشت و این رویداد نیز سبب پیام‌های نفرت‌آمیز شده و موجب مناظره در مورد اخراج خارجی‌ها در آلمان شد. به اساس گزارش روزنامه آلمانی بلدمزونداک در سال جاری حدود 40,000 اتباع سوریه و 20,000 افغان در آلمان تقاضای پناهندگی دادند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.